سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همیچه کوکتل تیوی. امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و میخواییم بررسی کنیم حواشی چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید که حمایت بزرگی از ما. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم حواشی رو داشته باشیم. اول از همه استوری داشتیم از حسین که در رابطه با اعدام روح الله زن بود و نمیشود. به نظر من این مهره ها رو باید جذب کرد، نه هست. درگیری ها رو داشتیم بین کوروش ونتونز و امین منیجر سهراب. ام جی داستان چی بود؟ حالا امین چند وقته میبینیم واقعا به همه میپره و حالا تو لایو ها سری نظرهایی میده که باعث میشه یه درگیری ها پیش بیاد با اون آرتیست و آرتیست خودش، که این خب خیلی عجیبه، داره داستان عجیب غریب میکنه. اما به هر حال اومده اون مثل همیشه سری حرفا زده بود که آقا فیت پولی بوده و بعضی جاها هم گفته بوده مثل که کوروش هم ناراحت شده بود و بعد استوری گذاشته بود و خیلی با لحن تندی اومده بود گفته بوده که آقا اینجوری نیست، اصلا مهم نیست منیجری کیو این داستان، اگه میتونی فیتو کنسل کن. بعدن هم همین گفت آقا پولش داده شده نمیشه کنسل کرد و کوروش دوباره گفتش که آقا این به هر حال این داستان نبوده، پولی نبوده، اصلا آهنگ آرتا و سامان بوده. بعدها من اضافه شدم و همچنین سهراب ام جی اضافه شده و در آخر مونتیگو اضافه شده. و خب یه شایعه هایی هم هست که بعضی میگن اصلا کلا مونتیگو اومده هزینه فیت همه رو دور هم داده. حالا نمیدونیم اصل داستان چی، اما به گفته خود کوروش فیت پولی نبوده و حتی آرتا تو لایوش میگفتش که مونتی هم پول نداده، به خاطر خودش آوردیمش. ببین پسر خوب، چون خودتو پاره کردی یه بار جوابتو بدم، الان میدم برای همیشه. ببین من کاری ندارم منیجر ام جی، منیجر امینه، می تو کشیر منم نیستی، اینو در جریان باش. تو اگه خیلی ادعات میشه منیجر ام جی، 4 روز دیگه فیتمون میاد بیرون. کسننه اگه کنسلش نکنی، ننت جنده است، کسپولیه اگه کنسلش نکنی. 4 جام شنیدم رفتی گو خوردی، نمیدونم اینا فیت پولی دادن این بونی، نمیدونم اندازش معلوم میشه نه، ولی این تو کس ننه آدم خالی بند. اگه یا ام جی یا هر کسی دیگه پول داده باشن واسه فیت. داستانی رو داشتیم بین بامداد و مهر. حالا داستان چی بود؟ خب مهر از اون اول بابت و اینا خیلی درگیر بود و بعد از این مدت هم که دوباره داستان بت خیلی زیاد شد اومده بود نمیشد. من جزو کسانی بودم که از اول مقابل بت یه تنه وایستادم و این حرفا. نسبت به این بامداد اومده بود یه توییت گذاشته بود نمیشه بود تو نمیخواد یه تنه جلو بت وای سی، برو لوگو مونتیگو رو از زیر برحال کاور آقاد پاک کن، که منظورش ترک سفارشیه که تو رادیو جهان پخش شده. و خود مهر اومد یه توییت گذاشته سری توضیحات داد. من صحبتی هم که با خودش داشتم میگفتش که آقا یه زمانی مونتیگو یه پول گنده ای داده بوده به رادیو جهان و پای کاورهای آهنگای همه بدون که اطلاع بدن زده بودن این آرمو و این لوگو این آقا رو، و خب این ما نمیدونستیم، پولی هم تو جیب ما نرفته. این حرفو زد و بعدها این داستان کشید به اینجا که مهر گفت آقا از این به بعد ما نمیایم توی توییت و به هر حال استوری این حرفو این حرفا رو بزنم، هر اتفاقی بیفته قرار باشه از خودم دفاع کنم. یه لاینی به اسم دستگرمی هست که قسمت بندی میام جوابیامو اون تو میگم، ممکنه 20 ثانیه باشه یا 2 دقیقه، رسمی هم نیست. خیلی قسمت اولش هم داد که خیلی اردیس کرده بود از جمله فدایی ام جی و همچنین خب بامداد. بامداد هم جوابشو داد به اسم گشنه که خیلی این حرکت بهتره تا توییت بازی و به هر حال استوری بازی. امیدواریم که ادامه دار باشه، اگه قراره به هم بپرن حداقل اینجوری بپرن، نه توی توییتر و اینستاگرام. اما بعد از دیس موئر به بامداد که اسم دستگرمی بود قسمت اول، تست اومد یه توییت گذاشت. قبل از انتشار یکم دقت کنید که دیستون خودزنی نباشه. درگیری رو داشتیم بین عرفان و مهدیار و خب خیلی داره عجیب غریب میشه. چرا؟ چون تا الان سه قوتس به هر حال رپ فارسی به هم پریدن و خب همین هفته پیش بود که بچهای زد بازی و پایدار که همون عرفان باشه درگیر بودن، الان هم ملتفت و پایداره و خیلی داره عجیب غریب میشه. خب ته همون داستانه بتی که بود و اون حواشی زد بازی که پیش اومده بود، اگه ندیده بودید میتونید برید ببینید، دوباره حاشیه ها ادامه داشت. حالا داستان چی بود؟ خب بعد از اینکه سایت بتش عرفان معرفی کرد، خب درگیری اومد و این داستانه یه آقایی به اسم نمیدونم جرجندی هستن یا همچین چیزایی که خب متخصص جرایم سایبری اونجور که میگن و اومده بود. البته که اینم بگم اگه سرچ کنیم دربارش خیلی پشت و بک‌گراند نمیشه گفت خوبی نداره و خیلی سیاه داستانش. حالا نمیخوام قضاوت کنیم کسی، اما اومده بود یه سری حرفا رو زده بود و میگفت عرفان داره دروغ میگه، دزدی میکنه، کلاهبرداری میکنه. حالا نکته جالبش این بود که اینها رو مهدیار و فدایی شیر میکردن و همچنین میبینید فدایی همچین
توییت تندی رو گذاشت و پرید به تمام کسایی که بت دارن و خیلی شدید. و خب ارفان میمد توضیح میداد که آقا اینجوری دوباره این آقا میومد یه دونه قسمت دیگه درست میکرد، میگفت دروغ میگه، دوباره مهدیار و فدایی اونو شیر میکردن همینجوری. من فکر میکنم 4 بار کش اومد، 4 یا 5 قسمت این داستان کش اومد همینجوری و خب خیلی حوصله سربر میشه میخوایم بذاریم. اما تو توضیحاتی که ارفان داشت میومد میذاش، یه قسمتش گفت من رفتم تحقیق کردم، این آقا میاد پول میگیره از بقیه و بقیه رو خراب میکنه. و یه تیکه انداخت گفت اونایی که خودشون تو 3 قاره مواد فروشن دارن میان به ما این حرفا رو میزنن، و منظورش به هر حال بکس ملتفه بود. در واکنش به این مهدیاری استوری گذاشت که با هم میبینیم. شایعاتی مبنی بر مواد فروشی ملتفه در 3 قاره مطرح شده که بنده قویا این شایعات رو تکذیب میکنم. ملتفه در 3 قاره مواد نمیفروشه، بلکه ملتفه در 7 قاره و همچنین کل مدار زمین مواد میفروشه. حتی در خود خاک آمریکا هم شما میتونید به صورت قانونی از ملتفه مواد تهیه کنید. پولشویی و دور زدن تحریم ها هم محسوب نمیشه. نمیگیم هم سال گذشته خودمون با 20 تا داروساز کار کردیم که جنسامون رو بسازیم، بعد فرداش بگیم جنسامون اوپن سورس بوده و API خریدیم. هر بچه خردسالی هم نمیتونه بیاد زارتی عضو شه، طوری که انگار نه انگار که داریم مواد میفروشیم. در سالهای گذشته هم با اسم دایموند مواد از مردم دزدی نکردیم که امسال بخوایم بگیم قبلی دزد بوده ولی این جدیده دزد نیست. پارسال هم آلبوم آیت المواد فروشی ندادیم، بعد امسال بشیم مخبر المواد فروشی و همزمان دم از اصل براءت هم بزنیم. خلاصه لینکش رو میذارم پایین، بکشید بالا حالشو ببرید. بونوس 500,000% multifed.com. و خب دیدیم خیلی تیکار انداخت دایموند بت که قدیم داشتن بچه پایدار و همچنین به آلبوماشون. اما عرفان جواب نشست، به این هم دوتا استوری گذاشت و جواب داد که با هم میبینیم. دوستمون از طرفدارهام هم پیگیرتر دنبالم میکنه، LOL جاهل روشن فکر نما، نوشتد که از آهنگاتم طولانی تر و حوصله سربرتره. اصل براءت هم که درست گوگل نکردی و خودت هم تهمت بدون مدرک میزنی. هرس نخور، ولی آفرین که انقدر طرفداری و دنبال میکنی. ولی جدا از این که وسط خوندن متنت خوابم گرفت، اینو برای چون طولانی دوست داری مینویسم. اولا که شما مواظب باشید خودتون تومه اون چیزی که از دشمنی باهاش توجه میگیرید نشید. بعدش هم پس مواد فروختن کار درستی و به نفع مردم، فقط شرط بندی اختیاری اشتباس. خوب فرمون رپ فارسی دست شما دیکتاتورهای پشت نقاب مارکسیست نیست، چون خودتون از همه بدتری. این حاشیه‌ها رو داریم می‌بینیم، به ترفان خیلی داره کش میاد داستانش، از اونور با زد بازی، از اینور با ملتفت و حتی کوروش ونتونز هم وارد شد تو این داستان، البته در به هر حال مقابله با مهدیار و با لحن خیلی تند با چند تا استوری و چند تا وایس بهش پرید و گفت آقا شما هر چی میشه هی میاد زارت یه چیزی میگید، پشت هیچ کس قایم شدید و از این حرفا. استوریا و وایساشو با هم میشنویم. اصل حرف من اصلا آهنگ نبود، که حالا یه سری اومدن میگن تو که میگفتی هیچ کس رپر خفنیه، الان چی شد؟ و هنوزم میگم هیچ کس خیلی رپر توانه و خفنیه، ولی مشکل اصلی من با واقعی نبودن ملتفته. اینکه خودش به صراحت گفته سر فصل بیا جابجا کنیم که همه میدونن تو تهران که اون کاسب بوده. اون یکی هم که بعد رستوران تو پاریس جنس میکنه شورتش میره مردمو راه میندازه. خب بعد شما دیگه نمیتونید بیاید بگید که نمیدونم شعر و صنعتی رو قرص فلان، کراک مفت و فلان. شما خودتون دارید میزنید و جابجا میکنید جنسو، بعد میاد میگی که آقا نه اونایی که از جنس میخونن آدم کس شعرن. باز ماها واقعییم داداش، ما اگه یه کاریو میکنیم میایم میگیم، مثل شما درو نیستیم که بریم خودمون جنس بفروشیم بزنیم بعد بگیم چی؟ بگیم آقا نه جنس بده، مثلا ایران چه کیریه، مواد توش زیاد شده، بچه‌ها جنس نزنید. گفته که رپ جای تجارت نیست. آقا تو آمریکا برو ببین 99% رپرهای خفنش پول دارن، چه اونی که سیاسی میخونه، چه اونی که راجب اشغال و پارتی میخونه، چه اونی که اصلا راجب جنس و مواد میخونه، خفن باشه پول داره، داره پول در میاره از رپ، از مارکتش. اتفاقا مارکت رپ یه مارکتیه که میتونه خیلی پول ساز باشه برای همه قشری. حالا این عقده‌ای های حسود هیچی ندارایی که یک قرون رپ فارسی در نیاوردن، حالا نشستن اونجا کسشر میگن راجع به رپ فارسی که رپ جای تجارت نیست. چرا؟ چون تو پول در نمیاری ازش، تو مجبور جنس بفروشی مایحتاج زندگی تو تامین کنی. رپ جای تجارت نیست،
خب اوکی، پس تو همون برو جنس دیلری جای تجارت، راست میگی دیگه، باید کاسب نمیدونم شیشه و دوا و گل و این کسچرا باشی، بهتر از اینه که سایت بد داشته باشی. خدا وکیلی راست میگه. پرودوسرشون رو مثلا کاری ندارم، خوبه بده آهنگاش خفنه، پشت اینا قایم شده ان میخوره. یارو دیروز یه توییت راجع به عرفان گذاشته، 2 سال زندگی عرفان استوری به استوری حفظه، بعد فازش هم دارن که ما مثلا کیلمون هم نیست به رپ فارسی. بابا چونه سرت تو کار خودت باشه دیگه، سرت از چون زندگی مردم بکش بیرون. هر روز یکیتون یه توییت میکنه راجع به یکی کسچری میگه، بابا خب چرا انقدر حسودی میکنین؟ چرا هیچ گویی نمیشین؟ چرا آقا هیچ گویی نمیشین؟ واقعا چرا هیچ گویی نمیشین؟ پشت سروش، زیر خایه‌های سروش هیچ کس قایم شدید همتون. یعنی اگه سروش هیچ کس تو ملتفت نبود، من میشاشیدم شما رو رود جاری میبرد. خب اینم استوریای کوروش وانتونز بود که خیلی تون پریده بود به این قضیه و یه جوری دفاع کرده بود. نمیدونم قضیه باید با خودتونه و نمیدونم چه سمتی داره میره این داستانا، اما آرزو میکنم اسپاتیفای جوری جا بیفته که درآمد جوری ازش باشه که دیگه لازم نباشه کسی بت تبلیغ کنه و این داستان ها پیش بیاد. استوریای رو داشتیم از ایمانمون که به نظر میومد داشت به جی جی تیکه مینداخت و اینجوری نمیشه بود، یکی استوری فیک درست میکنه واسه تبلیغ آهنگش، اون یکی تمام کریرش دنبال این بوده چه جوری ویو و فالوور فیک بخره. واقعا بازی لوس و حال به همزن شده، حداقل کامنت میخرید یه جوری بخرید که از کیم کارداشیان بالا نزنه. بعد از مدت‌های طولانی ما استوری رو داشتیم از علی سورنا و نوشته بود کارهای جدیدی که بچه‌های جدیدتر رپ می‌کنن به قدری ردیفن که شک ندارم در آینده نزدیک رپ ایران 100 قدم پرتاب میشه جلوتر. وای به حال این بازنشسته‌های قمارباز، هشتگ پیشکسوت سالاری رو هم بده بره. کاملا باهاش موافقم، فکر می‌کنم که هم شور و اشتیاق بیشتری دارن، هم خب یکم قدیمی‌هامون پولکی‌تر شدن، حقم دارن، سنا رد شده، زندگی‌ها جدی‌تر شده و خب پولی اونجوری از عشقشون به دست نیوردن و باید زندگیشون رو بسازن و شرایط یه جوری شده که به هر حال میبینیم دیگه چه اتفاقاتی داره میفته. اما نسل جدید به شدت پرن، به شدت خفنن. مرسی از علی سورنا برای این توییتش و حمایت اینجوریش، امیدواریم که همکاری هم ببینیم از این نسل با بچه‌های قدیمی تر و امیدواریم و چشمون به شدت روشن به آینده رپ فارسی. همچنین در رابطه با این داستانای بتوین حرف و استوری رو داشتیم از امیر تتلو به این شکل: والله ما یه ماه آهنگو گذاشتیم فروش، هیچی نمیخره، پول موزیکای ما رو نمیدین، از کشورمون انداختیم بیرون و اجازه هیچی نداریم، حتی کارگری نمیتونیم بکنیم، اینجا پاسپورت نداریم. بعد میریم سایت میزنیم میگین دوزه. به نظر شما یه هنرمند باید فتوسنتز کنه؟ از کجا بیاره بخوره پس؟ اگه شما ما رو نفرستادین سمت سایت، پس کی فرستاده؟ من ننم قمار باز بوده یا بابام؟ و خب اینجوری حرفشو زده بود، درد دلشو کرده بود و خب حق داره یه جایی، اما بعد نفروخته. فکر می‌کنم تا الان بیشترین فروش امیر تتلو داشته و حس می‌کنم داره جا میفته و تازه خشتای اولشه، خشتای اولی که 4-5 سالی هست حداقل داره این داستان فروش حرفه‌ای‌تر میشه، الان هم چند وقتی حرفه‌ای‌تر شده. فکر کنم یکم صبوری کارو درست میکنه. تتلو هم خوب فروخته، اگه البته نسبت به طرفدارش خیلی کمه، طرفدارش خیلی کم کاری کردن، اما نسبت به بقیه خوب فروخته و 300 میلیون تا اینجا فروخته. اما خودش میگه تا 6 میلیارد نشه آهنگ نمیخوام، یا میخوام آهنگ میخوامو نمیدم. پس بدوید برید و حمایت کنید خواننده‌تون رو، نذارید استعدادا برن. اگه یه خواننده رو دوست دارید وظیفتون حمایت، اگه دوست دارین تون تون کار کنه وظیفتون حمایت، حالا هر کی که هست، هر چیزی که به هر حال راهش و فلان و اینا، اگه دوست دارین باید حمایتش کنید، اگه نه که انتظار و این داستانا نباید داشته باشید. خب اون شایعه فکر کنم یادتون باشه که همکاری پیشرو یاس و تکناین بود یکی دو ماه پیش، دوباره قوت گرفته. حالا داستان چی بندم استوری باشه سیناب و تگ کرده یاسو و تکناین و پیشرو رو و همچنین ندا 021 و بعدها خود یاس و پیشرام استوری گذاشتم. حالا داستان چیه؟ یه شخصی به اسم ندا 021 اومده بود یه پستی گذاشته بود که تکناین اومده بهش زنگ زده، ازش پرسیده رضا پیشرو کیو دوست داره از رضا بیشتر بدونه، گفته بود آقا اینا اومدن زیر من همینجور، یعنی زیر پیجم می‌نویسن پیشرو 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 دوست دارم ببینم کیو. این داستانه، این پست رو با هم می‌بینیم. ندا how do you do, Tech Nine here. Iranians have hijacked my Instagram. The people, like for the last couple of days, asked me I'm going to be working with Yas and somebody named Reza Pishro. And once I said Pashmam Rip, it just
everything I post is all about Pichro, Pichro, Pichro. I was trying to find out who this Pichro guy is. And I saw Yas had a picture with him on Pichro's page. I'm like, okay, so it's good that they're allies. I don't know who he is, so maybe you can help me. When you get this, Neta, holler back at me in a minute. Tech 9. همونطور که با هم دیدین شایعه داره خیلی زیاد میشه که داریم فیت پیشرو و یاس و تک ناین و فیت هر کدومشون هم باشه همشون باشه که چه بهتر و باید منتظر باشیم. به نظر میاد اگه این اتفاق بیفته خبر بمبه. به نظر میاد چیه؟ یه خبر بمبه و باید منتظرش باشیم. منتظریم و منتظریم دیگه چی بگم؟ منتظر. خودم بود از رپ حواشی و حواشی این چند وقته رپ فارسی که دوباره داغ شده و دوباره داستان‌های عجیب غریب و هرچی باز ما دلمون میاد خوشه به اتحاد، حتی اونایی هم که قدیم با هم خوب بودن هم دارن بد میشن، داره اتفاقات عجیب غریبی میفته. نمیدونیم دیگه، باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. آلبوم فدایی بیاد ببینیم چه جوریه و اونجور که به نظر میاد حتی رپ کن افغان هم توش هست و نمیدونیم، باید ببینیم دیگه، باید منتظر باشیم داستانا چه جوری پیش میره. و از این حرفا صحبت دیگه باقی نمیمونه. دمتون گرم که تا لحظه ویدیو رو تماشا کردید. دمتون گرم که انقدر عشق میدید، انقدر لذت میدید، انقدر کمک میکنید، انرژی میدید. اصلا نمیدونم چجوری تشکر کنم. دمتون گرم. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی. سی یو سون.